با درود خدمت شما آقای مهندس کوروش زعیم از تهران، خیلی سپاسگزارم از اینکه به ما وقت دادید در رادیو جوانان امروز برای تحلیل مسائل انتصابات بگیم یا انتخابات بگیم. به هر حال به برنامه ما خوش آمدید. خیلی ممنونم، لطف کردید که منو دعوت کردید و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشید. آقای زعیم، هدف خامنه ای، چون ما میدونیم که حدود از همون دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری که آقای روحانی داشت، ایشون تلاش کرد که به هر حال رئیسی رو وارد میدون بکنه. در دو سال اخیرم ایشون در حقیقت رئیسی رو به عنوان اصطلاح، یعنی خیلی حمایت کرده آقای رئیسی رو. شما فکر میکنید چه دلیلی هست که آقای خامنه ای اینقدر حمایت خودش رو، با اینکه اومد قبل از انتخابات این دوره گفت به هیچ وجه دخالتی نخواهد کرد، ولی عملا و علنا مشخصه که آقای رئیسی منتخب آقای خامنه ای هست؟ بفرمایید. این بار نخست نیست که ایشون این کارو میکنن. زمان آقای احمدی نژاد هم همینطور. دوره اول آقای احمدی نژاد در برابر رقبای بسیار قدر مانند رفسنجانی، قالیباف، دکتر معین به ویژه و دو سه نفر دیگه، آقای زواری، اینا احمدی نژاد اصلا کسی نمیشناخت، کرده بودنش استاندار بعد شهردار و او اصلا توی مناظرهای انتخاباتی نبود. ناگهان ایشون انتخاب شد. دور دوم چون که میدونید که دیگه تقلب خیلی آشکار شد، 8 میلیون تقلب کردن تا آقای احمدی نژاد که مردم ازش خیلی ناراضی بودن دوباره انتخاب بشه. برای این ایشون کار دفعه اولش نیست که میکنه. حالا هم ایشون با کسی رو میخواد که حرف شنوی داشته باشه و در ضمن انقدر مردم بد باشن و به هر حال ناامید باشن از مدیریتش، به رهبری بپیونده، یعنی زیر پناه رهبری باشه. ایشون آقای رئیسی خب آدم خوشنامی نیست به خاطر اون پیشینهی که داره در آغاز انقلاب، سالهای اول انقلاب خوشنام نیست بین مردم. بنابراین مجبور خودشو نزدیک کنه به رهبری که حفاظت بشه. البته یک احتمال دیگر هم من میبینم که چون آقای رئیسی نام برده شده بوده به عنوان یکی از اعضای شورای رهبری آینده، خب اون چه که به فکر من میرسه به عنوان یک گزینه دوم اینه که ایشون رو رئیس جمهور کردن که موضوع رهبریش منتفی بشه، که فرزند آقای خامنه ای رقیبی نداشته باشه، چون تنها کسی که میتونست رقابت کنه به علت چیزهایی که میداند و همکاری هایی که کرده پنهان اوایل انقلاب ممکن مدعی بشه. شاید این ریاست جمهوریش برای اینکه در اونجا رقابت نکنه. به هر حال ما نمیدونیم که چرا و چگونه، ولی میدونیم که توهین بزرگی به ملت ایران بود روش انتخابات، نه فقط شخص ایشون، که به اون حذفی ها و اون آزاد نبودن کاندیداها و اینجور بعدن دستچین کردن ها، اینا همه توهین به ملت ایران بود. نشون میده که رهبری نظام ارزشی برای مردم قائل نیست. مردم هم خیلی پاسخ دندان شکنی دادن با شرکت نکردن در انتخابات، و بنابراین رأی هم که ایشون آورده اینجور که من آگاهی پیدا کردم بسیار بسیار کمتر از اونه که اعلام کردن. سپاس از توضیحاتتون. آقای مهندس زعیم، شما آینده ایران رو با حضور آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور که از چند هفته آینده شروع به کار خواهند کرد در داخل ایران و عرصه بین‌المللی، چون همینطور که میدونید آمریکا و بعدش هم اسرائیل به هر حال بازتاب نشون دادن، واکنش نشون دادن به انتخابات داخل ایران که به اصطلاح انتخابات درستی نبوده، شفاف نبوده و اینکه
آقای رئیسی رو یک مثل این که یکی از مسئولین در اسرائیل ایشون رو یک قاتل و یک مثلا یک آدم خطرناک حتی توصیف کرده که هستش البته، ولی آینده ایران در این شرایطی که دولت آقای روحانی سعی داشت که در وین، یعنی همچنان هم سعی دارن میکنن که این خرابی های آقای ترامپ در مورد برجام رو ترمیم بکنن، شما واقعا آینده ایران رو چطوری میبینید و واکنش بین المللی برای روی کار اومدن آقای رئیسی رو بفهم؟ خب ببینید، درباره تحریم ها که من پیش از انتخابات آمریکا، یعنی همون 2 ماه پیش از انتخابات آمریکا، در تمام صحبتام و نوشتام گفتم که دولت بایدن هرگز تحریم ها رو برای جمهوری اسلامی ایران به این آسونی بر نخواهد داشت و شرح دادم چگونه این تحریم ها گرفتار راهکارهایی هستن که خیلی دشواره زودتر از 1 سال تا 2.5 تا 2 سال چیزیش برداشته بشه. و در ضمن گفتم آقای بایدن به ظاهر خندان و نرمش نگاه نکنید، ایشون از آغاز جمهوری اسلامی درگیر بوده در آوردن جمهوری اسلامی به ایران همراه با آقای جیمی کارتر، و ایشون مشاور آقای جیمی کارتر بوده در مورد ایران. بنابراین هرچی در ایران گذشته، 42 سال پیش ایشون دخالت داشته همراه با چیز انگلستان. بنابراین ایشون کاری که خودش کرده به این آسونی چیز نمی کنه، یعنی آزاد نمی کنه از بند. دوم اینکه معاون اول ایشون خانم هریس، اونم به شدت صهیونیسته، شوهرش هم اینطور صهیونیسته، خیلی دو آتشه است، و خود بایدن هم متحد به اسرائیل. بنابراین هرگز تحریم هایی که ممکنه به اسرائیل صدمه بزنه یا براش مشکل ایجاد بکنه آزاد نخواهد کرد. اینو من از اون موقع گفتم و در طول این مدت که الان تقریبا چندین ماه هست ثابت شده که آمریکا بازی میکنه، یعنی آقای بایدن بازی میکنه با ایران، ولی برداشتن تحریمات نزدیک به غیر ممکنه در تا وقتی که جمهوری اسلامی برقرار هست. آقای رئیسی کارو مشکل تر میکنه، چون آقای رئیسی جز شخصیت های تندرو و به هر حال قاتلی هست که سازمان ملل برایشون پرونده داره، مثل اون 3 نفر دیگه که یکشون فوت کرده. بنابراین ایشون نمیتونه خارج بشه، البته چون رئیس جمهور رسمی ایرانه میتونه به بعضی کشورها بره، ولی اصولا احتمالی که ایشون پاش از ایران بذاره بیرون دستگیر بشه یا آسیبی بهش بخوره خیلی زیاده. برای ایشون محدودیت بین المللی رو خواهد داشت. حالا در داخل ایران چه کار خواهد کرد؟ باید ببینیم چه کسانی رو ایشون به کار میگیره، چون خود ایشون هم روحیه خشنی داره، هم صحبت کردنش خشنه، هم پیشینش خشنه. باید دید که چجوری میتونه کارهایی انجام بده که من بعید میدونم که مردم رضایت پیدا کنن. من به کلی ریاست ایشون رو پردست انداز و شاید هم ناپایدار ارزیابی میکنم. شما اشاره کردید آقای زعیم که آمریکا داره با ایران بازی میکنه. این بازی های سیاسی ایران، آمریکا و یا حتی به تبعات سیاست های مشترکی که داره آمریکا با کشورهای اروپایی با ایران، به هر حال تا کجا فکر میکنید ادامه پیدا بکنه؟ به نظر این بازی هایی که اینا میکنن یک طوری منافع خودشون حفظ این وسط، وگرنه قبول بکنید این بازی ها رو ادامه نمیدادن، یا به عبارتی میشه گفتش که یک منافعی دارن، یک هدفی دارن از این بازی هایی که ادامه میدن، اون رو چطوری شما توضیح میتونید؟ ببین، منافعشون به هر حال منافعشون در خاورمیانه الان تقریبا با حاکم شدن اسرائیل در منطقه، اسرائیل نه تنها در برابر کشور عربی بود، الان با هم متحدن، از سودان گرفته تا امارات و همین تمام خلیج فارس. بنابراین آمریکا الان میدونه که کل جنوب خلیج فارس علیه ایران صف کشیدن.
بنابراین ایران نمیتونه تکون بخوره. شمال هم که روسیه قرار داره، شرق اونم که طالبان هست که مورد حمایت هم جمهوری اسلامی هم تا حدودی سیاست بین المللی، بنابراین ما محاصره شدیم. حالا اینکه چه طرحی دارن برای ایران که آیا به سوی دموکراسی بره یا به سوی فروپاشی و تجزیه بره، اینو ما در چند ماه آینده، دو سه ماه آینده فکر میکنم خیلی روشن‌تر پاسخ بگیریم. بنابراین طرحی بوده که اسرائیل خیلی روش اصرار میکرده که ایران بی‌اندازه بزرگه و باید کوچک بشه، و دشمنای ما که الحمدلله دور تا دور ما صف کشیدن مسلح آماده. بنابراین این ریاست جمهوری آقای رئیسی ممکنه که تحریک کنه یک تحرک نظامی علیه ایران رو در طی ماه‌های آینده. آقای زعیم، همونطور که میدونید نتانیاهو از قدرت به هر حال کناره‌گیری کرد بعد از این همه کش و قوس‌های انتخاباتی که داشتن، و ولی سیاست نتانیاهو خیلی سیاست تند و به اصطلاح هدفگیری بود نسبت به ایران. ولی ما میبینیم الان بعد از این تغییرات داخل به اصطلاح اسرائیل، همچنان موشک پرانی از طرف اسرائیل به قسمت غزه و یا حتی سیاست‌های لفظی خیلی تند و تهدیداتشون نسبت به برخوردشون با جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره، در شرایطی که بعضی ها فکر میکردن خروج نتانیاهو میتونه یه مقدار شرایط رو آروم بکنه. نظر شما چیه؟ نتانیاهو تندرو بود ولی آدم مدیر و مدبری بود، چون پیش از این که اصلا وارد سیاست در اسرائیل بشه، ایشون در یک شرکت مشاور مدیریتی در نیویورک کار میکرد، یعنی مدیریت رو هم بلده هم یاد داده. بنابراین نتانیاهو خیلی با ظرافت بیشتری کار میکرد، ولی جانشین ایشون برای دو سال آینده بسیار تندروتره و برای ایران خطرناکتر. اینه که باید ببینیم که چگونه. یه چیز جالبی هم که خدمت بگم، تعداد زیادی از کسانی که در رأس امور اسرائیل هستن همه ایرانی هستن، یعنی در ایران متولد شدن، زندگی کردن، بعد از انقلاب اینا از ایران مهاجرت کردن به اسرائیل. بنابراین اونهایی که ایرانی هستن احتمال داره یک کمی به حال نسبت به ایران احساس نزدیکی بکنن، ولی اونایی که ایرانی نیستن و اشکنازی هستن که از روسیه و بعد از آلمان رفتن، اونها نسبت به ایران هیچ گذشتی ندارن و ممکنه که اون برنامه‌ای که ما میدونیم چندین ده سال برای ایران گذاشتن اجرا بشه. و من ترسم از اینه که آقای رئیسی با سیاست‌های تندروانش تحریک کنه این تجاوز به ایران رو. این بزرگترین خطریه که من احساس میکنم فعلا. سپاس از توضیحاتتون. آقای زعیم، برخی معتقد بودن که به اصطلاح کارنامه یا به میشه گفت، حالا شاید اینطوری من سوال رو مطرح بکنم، در یکی دو سال اخیر ما دیدیم که میدیای ایران خیلی دولت آقای روحانی رو، عمل کردش رو، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، همه این چیزا رو به طور آزاد در جمهوری اسلامی که ما میدونیم مثلا میدیا آزادی نداره، ولی هدف گرفتن دولت آقای روحانی بسیار راحت بود، یعنی به مؤاخذه کشیدن، به چالش کشیدن، و این هم برنامه‌ای بود که از طرف همون اصولگراها انجام می شد و هیچ کسی هم جلویه، یعنی سانسوری نبود در این زمینه. فکر میکنید این کارنامه و یا ذهنیت بدی که از اصلاح طلبا درست کردن در طول این دو سال اخیر، حالا و کوتاهی هایی که به هر حال دولت آقای روحانی هم داشتن، قول هایی که دادن، وعده هایی که دادن انجام نشد، حالا به هر دلیلی، یا سنگندازی های رهبری یا کوتاهی های خودشون، فکر میکنه چند درصد این ذهنیت بد از اصلاح طلبا باعث با
باخت آقای همتی شد، یعنی باعث تاثیرگذاری منفی روی کاندیدای اصلاح طلبا شد. چون آقای اینجا توی پرانتز بگم که آقای حسین دهباشی هم به این مسئله اشاره کردن که همین مسئله اصلاح طلبا بود که یعنی کارنامه کاری و فعالیت های اینها به عبارتی گفتن که باعث این شد که به ضرر آقای همتی تموم شد. به هر حال ببینید، با اصلاح طلبان به خاطر اون اشتباه و کمکاری و به هر حال جبونی که زمان خاتمی نشون دادن اصلا بدنام شدن، ولی آدمای بدی نیستن، آدمایی بودن که اون شجاعت رو نداشتن که وارد مرحله بشن و البته تقصیر اصلیش رئیس جمهورشون آقای خاتمی بود که نایستاد هنگامی که رهبری اصلا قدرت نداشت، تازه به اون مقام رسیده بود و آقای خاتمی محبوب بود بین مردم چون قولهای داده بود و اون ترس آقای خاتمی، اون عدم ایستادگیش، عدم ایستادگی مجلس ششم مردم رو زده کرد، یعنی مردم دیگه بی‌اعتماد شدن به اصلاح طلبی. یعنی پرسششون این بود خب چی رو میخواید اصلاح کنید؟ شما وقتی دو تا لایحه مورد نیاز کشور رو میترسید تصویب بکنید با یک حکم حکومتی در میرید، خب چی رو میخواید اصلاح بکنید؟ بنابراین اونا بدنام شدن. آدم های خوبی هستن، خیلی هاشون هم میهن پرستن و میخوان که به کشور کمک کنن و کشور رو از این برتر نجات بدن، ولی بدنام شدن. از این بدنامی تندروها استفاده کردن، به ویژه همیشه اونها رو تأخیر میکردن. حالا در این مرحله ریاست جمهوری هم همینطور کسی رو نداشتن عرضه کنن. مثلا اگه خود آقای خاتمی میمد چیز میشد، کاندید میشد در ریاست جمهوری، شاید دشوارتر بود حذفش تا آقای همتی. آقای همتی هم زیاد کارنامه درخشانی نداره. موقع که ایشون تو بانک مرکزی بود ایشون گلایه میکنه از اینکه اسکناس چاپ کردن و تورم و چیزا. خب اسکناس خود ایشون چاپ کرد، اینجوری شنیدم 80 هزار میلیون اسکناس چاپ کرد. باید همون موقع صداش بلند میشد، میگه آقا من اطاعت نمیکنم که اسکناس چاپ بکنم به نام من تموم بشه. بنابراین ببین ضعف و اصلاح طلبان، عدم پایداریشون، عدم سختگیریشون نسبت به اون کارهایی که مجبورشون میکردن تا بدنام بشن، اینها رو به هر حال منزوی کرده و آتو رو داده دست تندروها، که تازه تندروهای بسیار بسیار تندرو که الان حاکم شدن بر کشور و برقیشون آدم های خطرناکی هستن. سپاس از توضیحاتتون. آقای زعیم، شما نتیجه انتخابات امسال رو آیا زمینه ساز ایجاد تغییر و تحول خاصی در ایران یا برای جمهوری اسلامی میبینید، یا اینکه اساساً انتخابات تا چه حد ظرفیت ایجاد تغییر در جمهور شرایط به اصطلاح موندن یا نموندن این حکومت داره، خصوصا که مجامع بین المللی این انتخابات رو هم قبول نکردن به هر حال. بله، پرسش بسیار خوبیه. ببینید، انتخابات در جمهوری اسلامی از روز اول تقلب آمیز بود، یعنی همون رفراندوم 58، بعد انتخابات مجلس اول که مجلس شورای ملی بود، بعد کردنش اسلامی، همش تقلب آمیز بود تا امروز. من چون همشون شاهد بودم اصلا به یاد نمیارم که انتخابات حتی نزدیک به درست بوده باشه. حالا زمان خاتمی این تقلبا خیلی کمتر بود، ولی بقیهش همش به شدت تقلبا میزه و اینا پیشا پیش هم من توی صحبتامو نوشتم، مینوشتم که اینجور خواهد شد. این انتخابات رو هم من پیش از این که اصلا دقیقا دو ماه پیش موقع گفتم که با این شرایط جعبه که میبینم، این نامزدهایی که آمدن حتی پیش از این که آقای رئیسی برحال پیشتاز بشه، گفتم بیش از 10% مردم حائز شارت شرکت نخواهند کرد. الان که من آمار رو میبینم، آمار دروغی که خودشون بیرون دادن، آماری که ایسنا داده، آماری که از درون
وزارت کشور آمده، اینا به حال آمار بی اجازه هستن، نشون میده که چقدر تقلب شده و چقدر این رأی ها، چند درصد این رأی ها اصلا ساختگیه. به خصوص خیلی توی فضای مجازی هم خیلی ویدیوها منتشر شد که عکس برداری کرده بودن از تعداد زیادی رأی هایی از پیش نوشته شده به نام آقای رئیسی در دست یک نفر. یعنی یک نفر مثلا 10 تا رأی تو دستش بوده، همش رئیسی، نام خودش هم روش نوشته که بندازه تو صندوق. و پیشتر هم گفته بودن که تعداد زیادی شناسنامه شناسنامه برای اشخاص درست کردن، که مثلا 20 تا 30 تا شناسنامه درست کردن. بعد موقع انتخابات دیدن کسی نمیاد، گفتن اصلا نیازی نیست شناسنامه داشته باشید یا کارت ملی داشته باشید، فقط شماره کارت ملیتون رو یادتون باشه. برای من میتونم برم اونجا 100 دفعه برم تو همه حوزه ها بگم کارت ملیم 1 2 3 4 5 و رای بدم. بنابراین چندین روش تقلب رو به کار بردن و تازه با همه این حرفا 14 میلیون بیشتر رای ندادن، که تعداد زیادش این رای های تکراریه. الان من دارم آمارگیری میکنم که ببینم چه خبر شده، دارم از هر جا که میشه آمار میگیرم و فکر میکنم که اون پیشبینی من که 10% یعنی 6 میلیون بیشتر رای ندادن، دارم خیلی نزدیک بشم. الان رسیدم به 10 میلیون. حالا مطالعه کنم ببینم پیشبینی من درسته یا نه. ولی به هر حال انتخابات مسخره ای بود و خب چون زور دارن و اسلحه دارن و زندان دارن، به هر حال هدفهای خودشون رو پیش خواهند رفت تا موقعی که مردم برگردن و رویارو بشن. آقای زعیم، بعد از اینکه دوره آقای روحانی به پایان برسه چند هفته دیگه و رسما آقای رئیسی رئیس دولت بشه، شما فکر میکنید شرایط فیلترینگ، سانسور، سرکوب و یا خفقان داخل ایران بیشتر میشه و افرادی که یعنی شما یا فهم کنید بیشتر میشه و افرادی مثل شما که به هر حال داخل ایران هستید یا کسانی که از زندانها فعالین حقوق بشری که سعی میکنن یا وکلایی که در زندان هستن سعی میکنن پیامی به خارج از ایران برسونن، آیا فهم کنید اینها تا چه حد میتونه محدودتر بشه در دوره آقای رئیسی؟ این محدودیت ها هم اکنون آغاز شده. الان شروع کردن احضاری ها فرستادن برای کسانی که اظهار نظر کردند یا در به حال شرکت کردند در مخالفت با انتخابات جمهوری اسلامی. و میدونید که تو خیابون ها میشون قبلا گفته بودن که توی 100 یا 130 شهر اینا گردان های سرکوب برقرار کردن توسط همون هم گروه های برون مرزیشون هم داخلی، که اگه مردم برزن تو خیابون سرکوب کنن. ولی و ممکن است ترورهای سیاسی هم دوباره اجرا بشه مثل دهه 70 که قطع زنجیره‌ای رخ داد. حالا ممکنه فهرستی داشته باشن از کنشگران سیاسی مخالف که اونا رو ترور بکنن یا زندان کنن. به هر حال اون که من پیش بینی میکنم مدارا با مخالفان نیست و تا موقعی که مسلط بشن و مطمئن بشن که کسی نمیتونه تکونشون بده، ولی این تسلط به اطمینان خاطر رو من نمیبینم تو کارنامه‌شون. بنابراین من ترس اون دارم که مردم به هر حال به خیابون بریزن و شورش بکنن و زد و خورد بشه و هر دو طرف آسیب ببینن و این بد چیزیه، چون برخی از بیگانگان مترسدن که از این بهره برداری بکنن. سپاس از توضیحاتتون آقای زعیم. شما فکر میکنید شرایط یه سری افرادی که به هر حال برای اصلاح طلبا خارج از ایران سال هاست فعالیت میکنن
و به هر حال بودجه‌های خاصی از طرف اصلاح طلبا به اونها میرسه، رسانه ها دستشونه، بعضی رسانه هایی که وابسته به اصلاح طلبا هست. فکر می‌کنید تکلیف اون افراد چطوری میشه با روی کار اومدن مثلا اصولگراها و خصوصا آقای رئیسی؟ خب ببینید، اونا باید افشاگری کنن، بعضیاشون میکنن، افشاگری کنن که این انتخابات چگونه اجرا شده. بالاخره همه واقعیت رو میفهمن، همینجور که زمان آقای احمدی نژاد فهمیدن چقدر تقلب شده، البته تعداد زیادی هم کشته شدن و دستگیر شدن. همینجور 97 96 و 98 که مردم نارضایتیشون از جمهوری اسلامی با اون شدت نشون دادن، این بار اگر اینها شروع کنن دستگیر کردن و ترور کردن و تهدید کردن، من فکر نمی کنم مردم دیگه تحمل کنن، چون مشکل ما حاشیه نشین. مثلا 25% جمعیت ما حاشیه نشین شهرهای بزرگ هستن، 50% زیر خط فقر هستن، یعنی حدود 40 میلیون، شاید هم بیشتر، 50 میلیون. اینها خشمگینن، کافیه این آتش رو رژیم روشن کنه، یعنی با شلیک کردن چند گلوله به سوی مردم اصلا یک موجی از مردم ناراضی و خشمگین، و الان هم تعداد زیادشون مسلح که من شنیدم بازار تسلیحات قاچاق خیلی داغ شده تو این دو سه ماه گذشته. بنابراین زد و خوردهای بسیار خونین ممکن تو خیابونا رخ بده. اون چه که من ترس دادم سوء استفاده نیروهای خارجیه. بنابراین من به همین آقایون که احتمالاً دولتشون هم چندان پایدار نخواهد بود نصیحت میکنم که دست از فشار، زندان کردن و ترور کردن و این کارهایی که همیشه کردید بردارید تا مردم یه ذره آرامش پیدا کنن. به هر حال شما دوام نمیارید، ولی این دوام نیاوردنتون صلح‌آمیز باشه، کما اینکه ما این پیشنهاد کردیم، در جنگ خیابانی نباشه که شما هستید که زیان خواهید کرد. بنابراین اگر 100,000 نفر هم از مردم بکشید، همتون 1,000 نفر 2,000 نفر بیشتر نیستید، و فرزندانتون، خانواداتون خارج از کشورم به خطر میافتن. اینه که از فکر انتقام جویی علیه مخالفان بیاد بیرون که زیان خودتون از مردم بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. پیشبینی کردم، اگر باور نمی کنن برحال پیشبینی من رو که از وقایع کردم، برن پیشبینی های گذشته من رو تو این 40 سال نگاه کنن، ببینن کدومش خطا رفته. الان من خطر بزرگی نه تنها برای مردم تو خیابون میبینم، برای خود سران جمهوری اسلامی میبینم که به هیچ وجه امن نخواهند بود، مگر اینکه راه مصالحه و تحمل رو پیش بگیرن. آقای زعیم، خامنه ای یکی دو روز قبل از انتخابات صحبتهایی داشت میکرد برای ترغیب مردم که بیاین پای صندوقا و رأی بدید و اینا، چون واقعا همشون سعی داشتن که به هر حال تو برنامه تلویزیونی تلاش کنن مردم بیان پای صندوقای رأی. آقای خامنه ای در یک قسمتی از صحبتهاشون همین چند روز پیش گفتن که قشرهای ضعیف جامعه در رأی دادن مردد هستن، و ایشون گفتن که بله و اونا حق دارن چون گلای مندن، خب به هر حال بهشون رسیدگی نشده، نمیدونم مطالباتی دارن و اینا. آیا این خیلی جالب نیستش که حکومتی که اساساً شعارش حکومت مستضعفان بود، امروز خودشون اذعان میکنن که قشرهای ضعیف جامعه هستن که در رأی دادن مرددن؟ چون قشرهایی که اونجا دارن میخورن و شکمهاشون سیره و از هیچ به عرش رسیدن و اینا، اونا خب اتفاقا براشون بودن جمهوری اسلامی مفیده، ولی چطوری میشه که رهبر به اصطلاح مستضعفین میاد و یه همچین چیزی رو علنن میگه که قشرهای ضعیف جامعه در رأی دادن مرددن، اما بیان و رأی بدن و به هر حال گلایه دارن اما رأیشون رو بدن و امیدوارن که بهتر بشه شرایطشون؟ خب ایشون هم به هر حال رسانه‌های میخونن یا بهشون خبر میدن
بیخبر نیستن که تعداد هستن دوروبر ایشون که خبرهای رسانه های مجازی و حتی روزنامه و نوشته های خارجی رو برشون ترجمه میکنن بهشون میدن. یعنی یک رهبر باید بدونه چه فکر میکنن. این موضوع مستضعفین اینا، این اصلا یه واژه مسخره ایه، چون اول انقلاب بعد از این که مسلط شدن کاگبه خیلی در ایران حضور پیدا کرد و اونها، و حالا نمیخوام جزئیات رو بگم، ولی این واژه مستضعفان اختراع شد که جانشین پرولتاریا بشه و تمام واژه های عربی و اسلامی که به وجود بودن تو جانشین واژه هایی که در شوروی به کار برده میشد. یعنی تا موقعی که شوروی بود اینها نفوذ بسیار زیادی داشتن، هم اکنون هم روسیه نفوذ بسیار زیادی داره. یعنی اگه بگیم کدوم رهبر جهانی در ایران نفوذ جهر رو داره، آقای پوتینه. بنابراین اگه آقای پوتین رو راضی بکنیم که پس پشتیبانیش دست برداره، شاید بعضی از تندروان ما یه ذره آروم بگیرن و بذارن مردم زندگیشون رو بکنن و خودشون هم سعی کنن که این زندگی رو آسان‌تر و به هر حال کمتر رنج‌آور بکنن برای مردم. سپاس از توضیحاتتون آقای مهندس این، و سپاس از وقتی که به ما دادید در این برنامه. اگر بخوایم فقط یک جمع‌بندی بکنیم اتفاقات چند روز رو، چند روز قبل از انقلاب، میگم انقلاب، انتخابات یا انتصابات، و امروز رو که درش هستیم و میبینیم که به هر حال مردم ایران یک سرخوردگی خاصی رو حس میکنن، چه داخل چه خارج از ایران، البته اونایی که با رژیم نیستن منظورمه، اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این اتفاقات این چند روز بکنید که حسن ختام به برنامه من باشه. ببین، روند پیشرفت حکومت جمهوری اسلامی در فشار به مردم و فساد خارق‌العاده‌ای که اصلا تو هیچ کشوری اینقدر ما خبر نداریم بوده، حتی من شرایط شوروی رو، زمان شوروی بودن مطالعه کردم که کتابم درش نوشتم، هیچ وقت فساد و خشونت به حد جمهوری اسلامی نبوده. یعنی جمهوری اسلامی فساد رو از حد گذرونده. برای این موقعیه که یه ذره آروم بگیرن، یعنی سیری داشته باشن دیگه. یعنی شما وقتی شهوت پول پیدا میکنید یا شهوت قدرت پیدا میکنید، این دیگه میره توی مرکز چیز لذت مغزتون و خیلی دشواره ازش دوری کردن. ولی من پیشنهاد میکنم که آقایون یه ذره از لذت قدرت و لذت شهوت پول دوری کنن به خاطر خودشون، چون آیندهشون بسیار بسیار تیره خواهد بود، چه در ایران باشن چه خارج از ایران. چون ما حدود 8 میلیون ایرانی خارج از ایران داریم که بیشترشون در این چند سال اخیر رفتن و به شدت خشمگینن از این رژیم که زندگیشون از هم پاشیده. ما تعداد زیادی از مردم داریم که عضوی از خانوادهشون رو کشتن، مثل من زیادن، هزاران، ده ها، صد، ده ها هزار هستن. کسایی که دارایی‌هاشون رو اینها غارت کردن هستن، اینها این کینه رو تو دلشون نگه داشتن. برای این جمهوری اسلامی نمیتونه دائم با اینا بجنگه، بکشه، زندانی کنه، نمیدونم اینا. هی شما یکی رو زندانی میکنی، دو تا دیگه به وجود میان، یکی رو میکشی، چند تا خانواده دشمنتون میشن. بنابراین این سیاست رو بذارن کنار و مسیری که برای خردشون اگر داشته باشن، تحمل، مردم رو تحمل کنن، نارضایتی رو تحمل کنن و سعی کنن که اوضاع رو برای مردم کمی قابل پذیرفتن تر بکنن. هرچند که من نمیبینم کسی تو در رأس نظام سواد و تجربه و دانش این کار رو داشته باشه، ولی به هر حال گوش بدن به کسایی که خیرخواه کشور هستن و تا موقعی که در نظام
حضور دارم که من اون رو خیلی طولانی نمیبینم، دست کم یه اثر کمتر بدی از خودشون بذارن، چون آینده رو نمیتونن پیش بینی کنن، ولی کسانی هستن که میتونن آینده رو پیش بینی بکنن. آقای زعیم، شما به دو نکته من اشاره کرد ما بین صحبتاتون، میخوام به دو نکته اشاره بکنم. یکی این که واقعا لذت یا شهوت دنیوی رو حتی از نظر دینی هم خدایی که خود اینا دارن معرفش هستن حرام کرده و میگه نباید این دنیا رو بدونید، به چیز کنید، که اینا کاملا برخلاف موازین همون اسلامی دارن میرن، دو یا هر دین دیگه. و دومی شما فرمودید که آقای خامنه ای رو رسانه‌های خارجی رو میخونه یا بعضی هم بهش میان میگن که مردم تو چه شرایطی هستن، دزدی و رانخاری و مالندوزی و بس دستشون تو بیت المال بودن، و خامنه ای خودش بیشتر از همه، یعنی سر کیسه نشسته، احتیاج نداره که تو رسانه‌های دیگه بخونه، خامنه ای خودش و بچه‌هاش بزرگترین دزدای بیت المال مملکت هستن. ببینید، وقتی یه جایی میرسه که شما خودتون رو مالک کشور میدونید، و این تقریبا منحصر به آقای خامنه ای نیست، خیلی ها هستن که در مقام های بلند هستن، حتی توی نظامی و غیر نظامی، که خودشون رو اقلا بخشی از کشور رو مال خودشون میدونن. این به هر حال باید از این پلکان بلند و بدون تکیهگاه بیان پایین به خاطر خودشون. ببینید، توی هیچ کاری هم که اینا میکنن اسلامی نیست. ببینید، تو قرآن یک نصیحت کرده به پیروانش که هیچ کدوم از اینا اونو پیروی نمیکنن. میگن من، خدا میگه من اول عقل رو آفریدم. خب چرا اینا نمیفهمن؟ هم میرن همه به حال بخش های عملیاتیش رو حفظ میکنن به مردم میدن. هیچ من ندیدم تا حالا یه روحانی به مردم میگه آقا عقلتون رو به کار بگیرید، خرد اصل اسلامه. ولی اینا نمیفهمن و هیچ وقت هم اجرا نمیکنن. و الان من بهشون نصیحت میکنم که خرد کنید، اون شهوت پول و شهوت قدرتتون رو بایگانی کنید. آینده چند دان مناسب براتون نیست، چه ما زنده باشیم چه نباشیم، چه ما رو بکشید چه نکشید، چه زندانی کنید چه نکنید، آیندهتون زیاد مناسب نیست. بنابراین خرد کنید، حداقل این سخن قرآن رو شما رعایت کنید. من همین نصیحت بهشون دارم، خودشون میفهمن چی دارم میگم. سپاس از وقتی که به ما دادید آقای زعیم. امیدوارم که بتونیم باز در چند هفته پیش رو و بعد از احراز پست ریاست جمهوری توسط آقای رئیسی هم گفتگویی داشته باشیم. طبیعتا تا اون موقع شرایط میتونه متفاوت باشه. و هر حال ممنون از اینکه به ما وقت دادید در رادیو جوانان امروز برای این گفتگو. سپاسگزارم از دعوت من و شبتون خوش، روزتون خوش. بهتون.